در میان اخبار و قوقای وقایع به دنیایی پرت شدم که بزرگترین رخداد روزانه‌اش اومدن فنی برای تعویض کپسول گاز، اومدن کتابی از بیرون، رفتن به بهداری یا اومدن گهگاه و به ندرت اقلام جدید در فروشگاه زندانه. بزرگترین و مهیج‌ترین بخش ورودی‌های جدیدن که از دنیای دیگه اخبار میارند و اندکی از فضای بیرون مطلع میشیم. بی‌خبری از دنیای دیگه و قطع ارتباط با اون شاید سخت‌ترین قسمت ماجرا باشه. واهمه از فراموشی فضای بیرون یا تغییر اون و عدم انطباق با تغییرات مدام پس ذهنم و قلقلک میده. در اینجا حتی فعل‌ها هم تغییر میکنه و دیگه رفتن و اومدن کار کرده معکوس داره. با گذشته ها زندگی میکنی، اما گویا گذشته های تو نبوده. انگار زندگی از همون ابتدا محصور در همین دیوارها بود و تو تنها تماشاگر فیلمی بودی که بازیگرانش عزیزترینت هستن. مدام پرت میشی با اون فیلم به خیابونها و خاطرها، به آدما و عزیزانت. فیلم عقب میره. 20 مهر 82، نمای بیرونی تئاتر شهر، زمان غروب آفتاب و اولین گام های مشترک. پرت میشم به 12 آبان 84، روزی که قرار بود نقش همسر به نقش های دیگم اضافه بشه. قرار بود با فردی پیما ببندم که غیر از نقش همسری، همراهی و همگامی و همدلی هم لازمه زندگی با اون بود. با فردی همگام میشدم که از زندان به مرخصی اومده بود و فرداش به زندان برمیگشت. آغاز کردیم حتی از نقطه منفی. این بار به عراق پرت میشم و به زندانش که به پایین معروف بود. کنارم فریدون نشسته و همراهی میکنه تا پایین. نسیم سلطان بیگی میاد کنارم و از پایین نجاتم میده. چند روزی که به تخت پایین نقل مکان کردم. به بالای شهر تهران برمیگردم و نگاه هم به نسری میفته که چقدر لاغر شده. کمی کنار ماما محوش میشنم و آرامششو به جون میگیرم. فکر میکنم باید از ازدواجمون بنویسم. پرت میشم به سال روزهایی که بی مسعود گذشت. سال 88 در روزنامه‌ای که همکارام کیک آوردن و با تصویر مسعود عکس میگیریم. سال 89 به تنهایی و سال 90 در میان سورپرایز دوستان مهربان. به پاگرد سرد پله‌های بند میرم و با نازنین چند ترانه قدیمی زمزمه میکنیم. برمیگردم و پرت میشم به سکانسی دیگه. سکانسی که باید ساخته میشد، اما بازیگر اون نبودم. من غایب بودم. به سکانس مرخصی مسعود. فیلم را تغییر میدم. کنار در بزرگ زندان رجای شهر ایستادم و مسعود بعد از 3 سال از میان آن دیوارهای لعنتی بیرون میاد و من مشتاقانه به سمتش میرم. فکر میکنم بعد از 3 سال کدوم رستوران مناسب تره. جیره های ماهیانه زندان اومد. منیژه نجم عراقی و فائزه تقسیم میکنند و اونها رو در 2 طبقه یخچال جا میدند. غروب خورشید در میان پنجره های نرددار بند هم حال و هوای دیگه ای داره. آسمون بنفش و صورتی شده. لبا میگه حتما برف میاد و از برف پاییزی سال گذشته و گردش 2 نفره با همسرش بابک حرف میزنه. برف زمستان 83. جشنواره فیلم و دویدنهای ما در خیابانهای تاریک تهران. فکر میکنم اگر برف اومد حتما در هواخوری کوچک زندان که اصلا به هواخوری شباهتی نداره آدم برفی درست کنیم. خوب میفهمه در چه زمانهایی در فکر و ناراحت هستم.
راستی مسعودم بعد از این همه مدت جدایی میتونه قصد و شادی رو از صورتم بخونه؟ دلتنگیم انگار عادت شده و من میترسم از این عادت به دلتنگی. ترجیح میدم از 12 آبان 84 دورتر شم. کمی سر به سر بسمه زندانی عراقی میذارم و برای راحله فیلم تعریف میکنم. با شیوا و ژیلا کمی حرف میزنیم و تمام. روز دیگری هم از آبان 91 تمام میشه. ما خود تاریخ هستیم که تو لابلای میله ها و در تنهاییمون تاریخ رو میسازیم. ساعت 12 شب، خاموشی، مهسا امرآبادی، آبان 91.